سازمان محافظت از کودکان از وضعیت صحی کودکان افغان به ویژه مبتلایان به سوی تغذیه نگران است. این سازمان با نشر گزارش گفته است در جریان ماه گذشته میلادی 135 کودک در اثر بیماری سینه و بغل جان باختند. بررسی های ما نشان می دهد که در ماه دسامبر 2021 میلادی بیش از نیم از خانواده ها در بخش های از افغانستان به مراقبت های صحی دسترسی پیدا نکردند. فقر، تنگدستی و هوای سرد زمستان برای خانواده های بی‌بضاعت در کنار مشکلات اقتصادی باعث مشکلات صحی نیز شده است. سوی تغذیه و سینه بغل از امراضی است که بیشتر مریضداران در شفاخانه اندراگاندی مراجعه می کنند، اما می گویند که امکانات این شفاخانه در حد نیست که به مریض ها رسیدگی صورت بگیرد. یه چایی نلری کاش که ترلو دایت خونه واسه ترلو دایت بخول و خلالوی دقای سویدی اینه دموری مواد این دی دوی چه ناسه سی واری که واسه ناسته دا دکتران توضیح نور که نه ورته گوری که تنه خاص نه ورته که دوی یو چو یومی از پغزدی که بستر ولو وری هم خاص معلومات نکول دلته موس خاص معلومات نره که ورید کوی که مشکلاتی که مادرها داره دمیجا فقط دکترها بر یک ذر رویه خوب نمی کنه بخاطر ازی که ما خواهشمند هستیم که امی رویه شنا یک ذر تغییر بدن. در همین حال مسئولان امارات اسلامی میگوید که فقر و بیچارگی از ده ها سال بدین سو در کشور وجود دارد، اما سکتور صحت در تلاش است تا به این مشکل رسیدگی شود. به ده ها سال میشه که فقر وجود دارد، بیکاری وجود دارد و سببش هم معلوم است. من نمیخوام که بحث سیاسی را انجام بتم، اما اگر تو میگیم که سر در طول پنج ماه این صاف نیست. با روی کار آمدن امارت اسلامی، سازمان صحی جهان و دیگر نهادهای ناظر از وضعیت افغانستان گزارش دادند که نظام صحی در افغانستان در حال نابودی است، اما دولت جدید میگوید مشکلات وجود دارد و تلاش میکنند تا جلوه بیشتر شدن این مشکلات را بگیرند.